به نام دادار دادآفرین، خداوند آفریننده عدل و داد. درود عزیزان، درود، درود و خسته نباشید. امروز قرار یک طرح دیگه ایجاد کنیم، حرف های دیگه بزنیم، گرچه این حرف ها از جنس حرف های طول ساله، منتها با یک برجستگی خاص‌تر و دقیق‌تر. مثل کسی که بهش میگن شما یک روز فرصت داری این خونه رو تمیز کنی، دو روز فرصت داری تمیز کنی، و ایشون با حال فرصت شروع میکنه تمیز کردن. اما یه بار به یکی میگن فلانی مهمان داره میرسه، تو دو ساعت فرصت داری و قراره در این دو ساعت طوری خونه رو تمیز کنی که نشانی از کثیفی در خونه در کل دیده نشه، و ببین چی کار میتونی تو این دو ساعت بکنی که خونه جلای اون دو روزه رو پیدا کنه. و نکته و تست همان فرصت کوتاه‌تریه که از یه دید دیگه باید وارد یادگیری و اوج رسیدن باشیم. عزیزان، عزیزانی که با من در طول سال درس خوندید، نوبان بودید، مرداد ما بودید، تر کارگاه بودید، و عزیزانی که امروز مهمان ما هستن که خیلی ها اینجوری هند که شاگرد ما در طول سال نبودند، حالا ممکنه در کلاسینا بودن، عمومی نبودن، یا در کلاس های غیر از کلاسینا بودن. عزیزان من، عزیزان من، خواهشمندم در این یک ربع اول که من میخوام مسیر راه رو به تو نشون بدم، مسیر راه رو به تو نشون بدم، خیلی عالی گوش کن، قلم رو از خودت دور کن، قلم رو از خودت دور کن، و ازت خواهشمندم کاملا سراپا چشم و گوش باش تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم. از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم. میخوای معشوقه رو ببینی؟ بله. میخوای حرفاشو بشنوی؟ بله. باید موقع گوش کردن سراپا سمع و بصر باشی، گوش و چشم باشی. پس خواهشمندم سراپا چشم و گوش، حواس جمع، خودکار کاغذ دور، یک رو به اول گوش کن. امروز جلسه ما گرچه در ظاهر صفر اعلام شده، ولی ما امروز تدریس خواهیم کرد و هفته بعد یه تدریس دیگه است، و از شما خواهشمندم سراپا چشم و گوش باشید. عزیزان من، ما یک جزوه‌ای برای شما آماده کردیم، خوب گوش کنید ها، چون خیلی ها پیام در مورد جزوه دادید و دستیارا فقط میگفتن ما به دانش آموز جواب میدادیم که جلسه اول بشین، آقا من جزوه نمیخوام، جزوه نیاز ندارم، بدون جزوه اذیت نمیشم. نه عزیز من، جزوه ما 250 صفحه جزوه است، نه ترسی از صفحاتش ها. این جزوه حدود 900 خورده نزدیک به 1000 تا هم تسته. بعضی از این تستا حتی تکرار تستای طول سال هست، مخصوصا اونایی که یکم برجسته بودن. ما در این جزوه اومدیم آرایه ها رو، دستور زبان فارسی رو، لغت رو، املا رو، و حتی قرابت رو به گونه دیگه تو جزوه قرار دادیم، خلاصه شده، فشرده شده. و من اومدم در این جزوه تمام این مراتب از تست ها رو براتون قرار دادم، و مهمتر از همه، مهمتر از همه، آنالیز کنکور 98، مهمتر 99 و 1400. چرا؟ خاطرمون باشه 50% سوالات کنکور متناسب با 3-4 سال اخیر، نه خود سوالا، نوع سوال، و باید قدرت آنالیز به تو بدیم که تو ببینی کجای کاری. خب این جزوه. بعد اومدیم، هنوز من درس رو شروع نکردم، من اینها جزوات ماست. نه، من فقط یه دونه عنوان گذاشته بودیم. آه کنکور، بله 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 بله. خب عرضم بود شما، برنامه من ببینم کجاست، برنامه ما این تجربی، تجربی برنامه رو نذاشتید اینجا. آره یه برنامه ما ارسال کردیم، برنامه، یه برنامه است، اون برنامه هم از حسین آقا بخواید براتون میگه برای ما بذارید. خب سراپا چشم و گوش باشید. ما اومدیم یک برنامه برای شما گذاشتیم که هفته اول چی کار میکنیم، هفته دوم چی کار میکنیم، هفته سوم چی کار میکنیم. حالا خاطرتون باشه ما
برنامه‌ای که در هر هفته نوشتیم فرضی نوشتیم، یعنی ممکنه یه باری 10% 20% این اون برنامه اجرا نشه، ولی قانون 80-90% همونه. که اون برنامه رو الان خدمتتون نشون میدیم و شما خواهید دید. منتها قبل از برنامه و نشون دادن برنامه که در پنل همتون قرار میگیره، ما قرار چه کار بکنیم در نکته و تست و مراتب رو به چه شکل درس میدیم. عزیزان، طرح اسفند برای عزیزانیه که یا طول سال کم خوندن، یا شاگرد نبودند، یا نتونستن مطلب رو جمع کنند. شما امروز با نشستن در جلسه اسفند تصمیم خودتو میگیری که در اسفند بشینی یا در اردیبهشت. البته دانش آموز متوسط، دانش آموز ضعیف، دانش آموزی که